سلام خدمت دوستان عزیز، پارشای بهعلوت خوا در قسمتی از این پارشا درباره گلایه جماعت عیسی صحبت میکنه نسبت به موشه ربینو، درباره درخواست مردم که گوشت میخواستن. جماعت اسرائیل نوشته و اسوف اسفسوف اشه بگبون، مسیحایی که اومده بودن اسرائیل شده بودن با جماعت اسرائیل اومدن بیرون، هیت اوو تعوا میلی واسه خودشون کردند و همه شروع کردن به گریه و یه عمرو میگه اخیلینو باسار، کی به ما میده گوش بخوریم؟ زخرنو اتداغا اشه نخل به مصرهیم، یادمونه که ما تو مصر ماهی رایگان میخوردیم و انواع اقسام میوه‌جات، سیر، پیاز، و حالا فقط تنها چیزی که هر چشم ما فقط به مان تو روز و شب خسته شدیم، ما گوش میخوایم. به همه نشستن گریه کردن و ایشما موشه اتهام بخیل میش به خدا، دیدن که دید جماعت ایسال دارن گریه میکنن به خانواده و ایخر افشم معود حسب هشم عصبانی شد او به عینه موشه را و چشم موشه هم بده. این دیگه تو چشم موشه بده، اگر هشم ایدوارخ عصبانی شده دیگه چه لزومی بگه که obviously اگه جماعت اسرائیل گناهی مرتکب شدن که خشم و عصبانی میکنن، دیگه گفتن نداره که موشه هم در چشمش بد بود. و یومر موشه الاشم لا ما هر اعتال عبدیخا، چرا من اووردی من انتخاب کردی که جماعت اسرائیل بیارم بیرون از مصر و به این روز به این مصیبت دوچار بشم؟ چرا این بار جماعت گذاشتی رو کول من؟ هنوخی هاریتی ات کل ها آمزه؟ مگر من حامله شدم از این جماعت؟ این منوخی یلیتی هو من اون جماعت ایسار زاییدم؟ کی تومر الهی سائه و به حقیقه تو میگه من اینا رو باید حملشون کنم؟ یه نوشته هوریتی هاریتی یلیتی نشونه پدر یا مادره، آیا من پدر اینا هستم یا آیا مادر اینا هستم من که میگی من اینا رو بیام تحمل کنم و مواظبشون باشم و درخواستشون رو بگم؟ اینم یه دونه درخواست خیلی عجیبیه. یعنی اگر موشه ربینو پدر جماعت اسرائیل بود، اونا رو زایده بود، پدر بود یا مادر بود، اون موقع باید بازشون بیاره. خب چه فرق میکنه درخواست نابجایی که جماعت اسرائیل میکنن که فقط مبنای چه میخوان یه لذتی ببرن، حالا چه موشه ربینو رهبر جماعت اسرائیل، چه پدر مادر، فرق چه میکنه؟ موشه میگه نه، اگه میگه من پدر اینا هستم، تو اگه پدرش بودی چیکار باید بکنی؟ و بعدم موشه ربینو هشه میگه من این جماعت ایسال واسه یک ماه گوشتشون میدم و موشه میاد میگه ای خدایا شش ماد الف رگلی ها ام اشیر انوخی بکیم و 600 هزار نفر مرد هستن که من تو جماعتشون هستم و اتا آمر تا باسار اتل لاهم و اخلو خودش همین تو بگیم بخواه یه ماه به اینا گوش بدی بخورن حتی به هباکاری شخید لاخه من تمام بره و گاو اگه شخیتا کنم به اینا بدم و تمام ماهی های دریا را جمعشون کنم و به اینا بدم تکاپونه میکنه.
That's also very strange. جماعت عیسی 200,000 نفر هستن، تمام ملل دنیا میلیاردها نفرن و عقل شمار خوب گوشت و باسار داره واسه تمام مردم دنیا و ماهی های دریا تمام مردم دنیا را سیر میکنه. So what is such a big deal که بخواند یه جماعت 200,000 نفری یا 600,000 نفری، البته اون 600,000 نفری مرد بین 20 و 60، تعداد مردها خیلی بیشتر بود و تعداد زنها هستن، تعداد بچه ها هستن، ولی کن خب میگه نمیبینیم ما که این با این دور زمان ما که میلیاردها جماعت تو این دنیا و حقادش بارو خوب برخص دو برخمیم تمام دنیا رو روزی نفقه میده. So why is Moshe Rabbeinu so asking؟ مفارشیم و خزل و اورخیم تمام اینا همچین سوالی دارن. What is Moshe Rabbeinu talking about؟ So این دو سه نکته را که گفتیم، اینی که نوشته از افسوف اشر پکی بو هیت اوو تاوا، یه تاوایی واسه خود درست کردن. بعضی موقع اون چیزایی که انسان دلش میخواد اون چیزی نیست که واقعا میخواد، یه چیزی که آدم از به خاطر که از تورا دوره واسه خودش یک لذایزی میتراشه و بعد از این که ارضا شد از این لذت به لذت بعدی میکشه، بعد لذت بعدی میکشه و بعدی میکشه تا آدم تا آخر راه میده. و سفسوف اشر بکیر و هیت او و تعوا شروع کردن یه تعوای مخصوصی واسه خودشون که لازم نبود اصلا. بهترین خوراک دنیا داشتن که هیچ لازم به دفع نبود هیچ چیزی از بدنشون، قوت میگرفتن، سلامتی، هیچ ضرر و مریضی نبود توشون، فقط به خاطر که بخوان لذت جویی بکنن. و نمیشه گریه کرده بودن به خانوادهشون منظور زنایی که بهشون حروم شدن. موشه ربنی گفت بعضی از فامیلای خانواده به نسبت به مرد آسور هستن و اونم تعوای نزدیکی داشتن با این خانوما که با این زنایی که بهشون حروم شدن، از اونم ناراحت بودن. و موشه ربنی به هشم ادواراخ میگه ببین جماعت عیسی اینا اگه گوشت میخوان فقط به خاطر ارضای لذت، تمام گوشتای دنیا رو بدین سیرابشون نمی کنه، بقید این لذتیه که آدم واسه خودش تراشیده. دوچار این اینا نیست که به این لذت و این چیزی که میخوان رو بهشون بدیم، بقید هر چی بدی بیشتر میخوان و این لذته به اون یکی میکشه، به اون میکشه، به اون میکشه. موشه میگه جماعت اسرائیل اینا هنوز تعلیم تورا نداشتن، ندارن، نمیدونن که چطوریه که آدم باید دور بشه از اینا. واسه این کسی که تو این درجه نیست و لذت میخواد هر چقدر بهش بدی که ارضا بکنه کافی نیست واسش. اوهف کسف لویس بالو کسف، مثل اون آب شوریه که آدم بخواد بخوره، هر چی بیشتر بخوره آدم تشنه تر میشه. اینی که موشه میگه بابا دادن گوشت به اینا یه ماهی نکنه چجا دو چاره نمی کنه دوارا، بیشتر اینا میرن تو این لذت و بیشتر و از این لذت میکشه توی عرایوت و تمام کارهای دیگه ناشایسته. در این گفتگوی بین موشه به هشم ادباراخ، به هشم میگه اوکی I'm gonna find you 70 نفر میارم که اینا بیفتن تو جماعت و جماعت رو تعلیم بدن، تو تنهایی نمیتونی، احتیاج به رهبران دیگه ایه که با مردم در تماس باشن، به اونا راه های تراتین قدرش رو یاد بدن که این بوری از این لذت جویی دور بشن. نه اون نکته که گفتیم که آیا من موشه گفت میگه من اینا رو زاییدم که باید تیکره اینا بکنم،
واسهشون تمام انواع خوراکی واسهشون بیارم. یعنی اگه من اینا رو زایده بودم میوردم. رب موش روای شمول برم باهم زخ صدیق را روش شیوای میری شیوای شونشون میفرمان. از اینجا میبینیم ما یه پدر هشم ایتباراخ قوایی توی پدر گذاشته که تمام نیازهای بچهشو بیاره، تمام نیازهای بچهشو تکاپو بکنه. اون کسی که هیچ کسی نمیتونه بکنه، پدر یا مادر، یه قوایی هشم ایتباراخ تو اونا گذاشته که بتونن تکیر بچهشون بکنن، هر چی لازم دارن واسهشون بیارن. اگه قراره که بهترین پولا رو خرج کنن که مربی یادشون بگیرن، مدیر ربی بگیرن، با اینا توتر بدن، هشم ایتباراخ اون پرناسا رو واسه اونا خواهد فرستاد که بتونن کار انجام بدن واسه اولادشون، از اون کسی که بدونن که باید این کارو باید انجام بدن. چومندس کوخ هشم ایتباراخ در نهال والدین گذاشته که هیچ کسی دنیا دیگه نمیتونه کارو بکنه به غیر از یه پدر و مادر، که هر it takes whatever it takes که واسه بچه‌هاشون بکنن. اون پدری که دلسوز باشه، اون مادری که obviously دلسوز باشه، و این قوتیه که تروتنی که دشا به ما میده که you never stop واسه بهبود بچه‌ها، واسه پیشرفت بچه‌هات. هیچ چیزی کم بود نداره که نباد کم بذاره آدم، بخاطر اینکه خب تو ماچال داری. I can afford it. You can afford it. You can afford it. از اون چیزایی بی خودی دیگه آدم باید بزنه. چرا؟ بخاطر اینکه اولاد آدم بزرگترین قوتی که آدم هشم ایتباراخ به پدر و مادر داره واسه ارزای نیازهای بچه هاشونه. And to provide for them whatever it takes که اینا آدم های مسئول و مثمر ثماری باشن تو جماعت اسرائیل. این نکته که تو راتن قدشا می فهم رب الیاب دستر تو سفر مختب ملیاهو اینطوری می نیسن. ما میگیم همیشه میگیم بزن خود آوته، همیشه ما دست به دامن میشیم به نسبت به آوت، ابراهام، میثاق و یعقوب که اونا بیان به کمک ما. روز روش شانا تمام جماعت ایسال بزن خود ابراهام، میثاق و یعقوبه، عقیدت ایساقه. این میخواد رویلیا و دسته میگه ورزیز این زن خود آوت، بخواد یه پدر جد من یه کار خوبی کرده به من چه کار داره. رویلیا و دستل می فهماد ابراهام یا ایساق اگه اینا مرحله امتحان نیساییون رو گذروندن و تونستن موفق بشن و پیروز بشن، یه قوت نهالی که توی در درونی این صدیقیم ابراهام و ایساق و یعقوب وجود داره، اون جرقه های آتش اخگری که توی جون اونا وجود داشت که تونستن به قوت اون بتونن این نیستایین رو عبور بکنن، این جرقه ها رو در وجود بچه هاشون جا گذاشته، ارسی دادند. و زخوت آوود موقعی بر شروع میشه که اون جرقه هایی که اونا به ما ارسی دادن ما اونا رو زنده کنیم، بتونیم به همون کاری که اونا میکردن اونا کردن واسه کوچا بری خوب، تمام رضایتشون رو زیر پا گذاشتن، بر میلشون غلبه کردن و خاطر رضایت هشم ایتباراخ، بزرگی هشم ایتباراخ، هر نوع ناراحتی و فراز و نشیبی رو قبول کردن به لف شالم که بتونن هشم رو عبادت بکنن و اون زندگیشون رو ادامه بدن. همچی قوتی تو ما گذاشتن و ما میتونیم اونا رو برانگیخته بکنیم، بیدار بکنیم که بتونیم و تمام مراحل امتحانات زندگی خودمون پیروز بشیم. این زخوت آوته.
نه که بشینیم رو صندلی بگیم به زخود از جیساق ما رو سال خوبی واسه ما بده. It's not gonna happen this way. اونی اگر اون قوایی که در نهال ما گذاشتن آدم اونا بیدار بکنه که بتونه هشم ادباره خب با تمام جانش عبادت کنه. That is the خوت آوودی که رب الیاهو دسته می فهمد. That's a tremendous قوتی که هست، رابطه که بین اولیا و بچه هاشونه. و موشه رب بینو آلا و شالوم اینا داره میگه به تمام ما پدرها، There's nothing we cannot do که بچه هامونو به درجه بالاترین نرسونیم. به درجه بالاترین از لحاظ مالی نمیگیم، ما از لحاظ معنویه، از لحاظ نشامای بچه هامونه. و هیچ چیزی آدم نیست که آدم بخواد از خودش بزنه که توسط اون چیزهای منفی که وجود داره آدم خودش میزنه باعث بشه که بچه هاش ترقی بالاتری کنن، به درجه بالاتری برسن. و این براخاییه که یه پدر و مادر دارن که انشالله بتونیم اون قوایی که داریم و بتونیم استفاده کنیم واسه عبادتشم اولاد صدیق و احسانگر و آدمای ایمان به هشم داشته باشن و کمک به دیگران بکنن، به جماعت ارائه بکنیم که به عزت هشم وشی بیزوخه به بیعت گوئل بیمهرا ویامینو شبات شالوم اونورا.